دوستای عزیز سلام، اصیلا شیمیستم، باز هم در حضور شما قرار دارم. امیدوارم جور، صحتمند و اوقات خوش در کنار خانوادهتان داشته باشین. به ادامه درس قبلی که آموزش اصطلاحات حیاتی بود که شامل سه بخش می باشه و این درس امروز ما بخش دومش است که در این بخش، در این درس شما با اصطلاحات آشنا میشین. خب در قدم اول E-stage or running stage. E-stage or running stage or E که به نام کوکای کلان یاد میشه و ای را که میبینین در قسمت کمر. پیش از این که کمربند بدوزین یا پیش از این که لاهی کمر بدوزین، یک درز با کوکای کلان در دور کمر میرین. کی درس کمک میکنه که می فایفای پیش رو، درز بغل و فایفای پشت سر، در جایی که به اون سمت که اوتو شده این درز فایفای را محکم میگیره و همچنان این درس کمک میکنه در قسمت اندازه کمرتان. وقتی که اگر خرد یا کلان بسازین توسط نمی درس میتونین ایره کمرتان ادجست کنین یا برابر بسازین. خوب بعد از دختن از این درس شروع میکنیم به دختن زنجیر مستور. زنجیر مستور اینجا که میبینین اصلا انویزیبل زپر یا زنجیر مستور یه قسمت بیرونش است که اصلا دیده نمیشه، به اون خاطر هست به نام انویزیبل یاد میشه که اصلا دیده نمیشه، فقط در قسمت بالایشن زنجیر معلوم میشه و یا از قسمت داخلش به شکل معلوم میشه که دخت میشه، دخت زنجیر مستور است. و پیش از اینکه زنجیر مستور رو بدوزیم باید همون جای زنجیره با یک لایی رو در قسمت که زنجیره میدوزیم اوتو کنین یا بدوزین. ما از لایی چسبناک استفاده کنیم، شما میتونین نظر نو لایی استفاده کنین که میتونین در یک قسمتی رو بدوزین لایره، چون این لایی زیاد کمک میکنه که در قسمت دختن زنجیر و همچنان در قسمت تکایی که در ترکیبش یک اندازه اسپندکس یا لاستیک باشه امیل لایی یا استوار رو محکم میگیره، نه از کششش جلوگیری از کشش تکه میشه و زنجیر بسیار مقبول و استوار میه. و بعد از دخت زنجیر شروع میکنیم به دختن فیسینگ یا امو لایه کمر که دامن ما این کمربند نداره، فقط یک لایه است که در دور کمر دخته میشه و به طرف داخل قاط میشه و این لایه کمر همچنان شامل لایه در طرف چپش بسه به لایه قیچی میکنن میدوز اوتو میکنن که لایی است که دست اوتو چسب میخوره به حساب میچسبه و میتونن شما از لایی هر نوع لایی استفاده کنن که لایی هم کمک میکنه در قدم اول که خود امیو دور کمرتان استوار میایه و همچنان باز هم از کلان شدن کمر یعنی جلوگیری میکنه لایی. خب این حالا اصطلاحات بعدی رو در جریان دخت باش آشنا میشین. حالا میریم زنجیر اول میدوزیم و بعد از اون لایه کمره. بر دختن زنجیر ما از دندان های مخصوصش استفاده میکنیم که دو نوع دندان رو که میبینین مخصوص دندان این زنجیر انویزیبل یا زنجیر مستور است که این حالا این زنجیر به این شکل دندان رو به این شکل جای به جای میکنیم اینه جای و شروع میکنیم به دختن. خب در قدم اول زنجیره یعنی روی راسته زنجیره با روی راسته پارچه به این شکل جای به جای میکنیم و سنجاق میزنیم. و تا آخر نزن به ایرس اول سنجاق میزنن باز شروع میکنه به دختنش.
بازم تکمه بازگشت فراموشتان نشه. اول از یک طرف شروع میکنین، یک طرف زنجیره میدوزین. خب یک طرف زنجیر ما دوخته شد. این قسمت دو دیگه قسمت زنجیره. پیش از یک قسمت دیگه زنجیره بدوزیم. بسیار مهم است که سنجاق بگیرین و در قسمت آخر سنجاق جای به جای کنین، که سنجاق کمک میشه که زنجیر خود برابر این دو طرفش مساوی دوخته میشه برابر و از پوک نشدن در قسمت آخرش جلوگیری میشه. این طرف قسمت دوم زنجیره میدادیم. دوختن زنجیر انویزبل یا مستور بسیار ساده است نسبت به زنجیره عادی. فقط دو درز است، دو درز است که فقط این دو درز که درست دوخته شوه. حالا این زنجیره روی راسته میکنه. این زنجیره از به این شکل نشد روی راستش میکنیم. این زنجیر ما دوخته شد، فقط با دو درز این زنجیر تمام شد و بعدا یک درز در روی زنجیر در قسمت پایانش. به خاطر از اینکه این زنجیر از مزاحمت نگیره، فقط این قسمت آخرش یک درز بسیار عادی در بغل قسمت آخر زنجیر میدونه. خب باید دندانی خود تبدیل میکنیم، پس دوباره دندانی دیره یا دندانی نیمه را جای به جای میکنیم و قسمت آخرش به این شکل هر دو طرف شه، هر دو طرف شه میدوزین. خب این بود زنجیر، زنجیر دوخته شد و حال شروع میکنیم سر لایی کمر. در قدم اول دو درز بغل لایی ره، که این لایی پشت است و یام لایی پیش رو. این در قسمت درز بغل یه لای پیش رو پیش سر با هم میدازیم به این شکل. طرف شام یک سنجاق میزه و دو طرف دو درز بغل لایی را میدازیم و دامو اندازه نیمه اینچ، چون درز مایه ما را در لایی و در دامن همش نیم اینچ هست و خاطر خب لایی ایمام آماده است. این حالا قسمت پایانشه، میریم سرچ میکنیم و اوتو میکنیم باز و پیش از اینکه لایی را
را با در کمر بدوزیم. باید اندازه کنین کمی دور کمرتان با اندازه که تعیین شده، یعنی برابر است. یعنی اگر برابر بود باز اون لایی را میدوزیم، در غیر از او باید را عیار بسازیم با اندازه که تعیین شده. خب حالا میره میره و سرج میکنیم و اوتو. خب لایی کمر سرج شد، اوتو شد، این در ضعیف شد و در دور کمر دوخته شد لایی به شکل با یک درز راست و این حالا یک درز زیر بخیک در روی لایی میدادن به نام اندر ستیچ در روی لایی که اینی درز مایه را امراه خود داشته این باشه. این درز مایه را امراه لایی یک جای به این شکل میدازیم. نگفته نمانه دوستان، من تار سیار استفاده کردم بخاطر از اینکه شما بهتر ببینین. اگر تار هم رنگش استفاده میکردم مشکل بود که در درست شما ببینین. این درز که درز اندر ستیچ است که زیادتر در لای کمر در لای یخن و زیاد استفاده میشه که این درز کمک میکنه که خود لای داخل کمر داخل دامن درست و قرار بگیره، یعنی که از برآمدنش در روی دامن جلوگیری میشه. دوخته شد دیگه، بعد از این می خود لایی را امرای قسمت زنجیر به این شکل می دازیم. خب لایی کمر دوخته شد این از دو قسمتش و دیگه به خاطر از اینکه لایی بالا نیه درز بغل دیگه دوسته کوک زده میشه که ما کمش گرفته و همچنان در قسمت پیش رو لایی رو امرای فایف به این شکل در رویش به نام استیچن دچ یاد میشه یا در کوکای عمیق فقط درز فایفی دوخته میشه و ما کم شدن. دوست عزیزی بود درس امروز ما، تا درس بعدی خداحافظ شما.